هر دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کم و بیش نیویورکی هستند. یکی 8 سال از ایالت نیویورک سناتور بوده و دیگری متولد و بزرگ شده آنجاست. دفتر مرکزی ستاد انتخاباتی هر دو هم در همین شهر است. اما ارزیابی مردم نیویورک از این دو نفر چیست؟ بهمن کلباسی با چند تایی از آنها صحبت کرده. 72 سال از آخرین باری که کاندیداهای هر دو حزب اصلی برای ورود به کاخ سفید از شهر و ایالت نیویورک بودند می‌گذرد. در تاریخ آمریکا 56 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و این چهارمین بار است که رقبای اصلی از یک ایالت هستند. ترامپ که شهرت و آسمان خراش‌هایش در جای جای شهر سکوی پرتاب او به رقابت‌های ریاست جمهوری شد، اما از محبوبیت بسیار پایینی در زادگاهش برخوردار است. واقعیتی که مسخره کردن او را در خیابان‌های شهر آسان می‌کند. Okay, now look into my crystal ball here. در گوی بلورین می‌بینم که وقتی من رئیس جمهور بشم همه عاشقم خواهند بود. در ضمن من مکزیکی‌ها رو دوست دارم. دلم می‌خواد مثل گاو بار قطارشون بکنم و برشون گردونم مکزیک. یه قطاری درست کنم بهتر از قطارهایی که آلمان‌ها استفاده کردن. اغراق در حرف‌های توهین‌آمیز ترامپ با صدای خود او که مورد استقبال قرار گرفت، حتی در میان کسانی که دل خوشی از هیلاری کلینتون ندارند. اول می‌خواستم به ترامپ رای بدم، ولی بعد دیدم اگر رئیس جمهور بشه مجبوریم 4 سال همین جور حرفا رو بشنویم. این حرفا که عروسک ترامپ اینجا میزنه خیلی زشته، ولی خود ترامپ اونقدر حرفای وحشتناک زده که من ترجیح میدم این عروسک رئیس جمهور بشه تا خودش. خیلی خنده داره که این عروسک رو درست کردن. احساس خیلی از مردم در مورد ترامپ رو منعکس میکنه. برای روحیه ما مخالفان ترامپ خوبه که این رو گذاشتن اینجا. این استقبال البته بدون استثنا نبود. با مسخره کردن ترامپ میخوان چهرش رو خراب کنن تا کاندیداشون به قدرت برسه. این دقیقا برنامه‌ایه که طرفداران هیلاری کلینتون پیگیرش هستن. طرفداران آقای ترامپ هم بیکار ننشستند و در گوشه دیگر شهر مشغول دست انداختن و تحقیر خانم کلینتون بودند. دست انداختنی که در یک مورد به دعوا میان دو طرف انجامید. بعضی هم به جای حمله به کاندیدای مقابل دست به حمایت خلاقانه از نامزد خود زدند. با بتن کردن مدل کت شلواری که خانم کلینتون به پوشیدن آن مشهور است و رقص در یکی از میادین شهر برای به نمایش گذاشتن پشتیبانی اکثریت نیویورکی ها از او. حامیان ترامپ هم با گرد همایی در برابر آسمان خراشش سعی کردند به کاندیدایشان دلگرمی دهند. آنچه در نیویورک می‌گذرد اما برای مدیران ستاد آقای ترامپ که اینجا در برج او هدایت کارزار انتخاباتیش رو بر عهده دارند اهمیت چندانی نداره. این ایالت به صورت سنتی به دموکرات‌ها رأی میده. مهم نتیجه انتخابات در ایالت‌های مرکزی، غربی و جنوبی است. 10-15 تای آنها که در اون رقابت نزدیکه، از جمله نوادا که در اون امشب برای آخرین بار ترامپ و کلینتون با هم مناظره خواهند کرد. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. همچون که بهمن هم اشاره کرد، امشب در لاس وگاس در ایالت نوادا مناظره سوم و نهایی بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ برگزار میشه. تلویزیون فارسی بی بی سی هم مثل دو مناظره قبلی به طور زنده و با ترجمه همزمان این مناظره رو ساعت 4:30 صبح به وقت تهران روز پنجشنبه، 5 صبح به وقت کابل و 5:30 صبح به وقت دوشنبه در تاجیکستان پخش خواهد کرد. قبل و بعد از مناظره مهمانهای ما در لندن و خبرنگاران ما در آمریکا تازه‌ترین های انتخابات آمریکا رو تحلیل خواهند کرد. این برنامه بامداد فردا هم تکرار خواهد شد.